سرخط خبران. شرط وزیر خارجه دولت بایدن برای بازگشت آمریکا به برجام، آنتونی بلینکن خواستار اجرای کامل تعهدات ایران در توافق هسته‌ای شد. بازنگری دولت جدید آمریکا در فروش تسلیحات پیشرفته به متحدان عربش در منطقه خلیج فارس. امارات میگوید جنگنده‌های F-35 به امنیت جمعی کمک می‌کنند. صدور مجوز مصرف واکسن روسی کرونا در ایران. یک عضو کمیته علمی ستاد کرونا میگوید از این انتخاب راضی نیست. و وداع با مهداد میناوند، مدافع پیشین تیم فوتبال ایران به خاک سپرده شد. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. آنتونی بلینکن در اولین روز کارش به عنوان وزیر خارجه آمریکا بر بازنگری فوری سیاست این کشور در مورد جنگ یمن و بازگشت به برجام تاکید کرد. با این حال او گفت فقط در صورتی که ایران این توافق را اجرا کند دولت جو بایدن همچنین خواهد کرد. از طرف دیگر نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفته دولت جدید آمریکا وقت زیادی برای احیای توافقش ندارد. بهمن کلباسی گزارش می‌دهد. آغازی نو برای دیپلمات‌های وزارت خارجه آمریکا پس از 4 سال پرتلاطم ترامپ در عرصه سیاست خارجی. تونی بلینکن با رأی اعتماد 78 از 100 سناتور به عنوان وزیر به ساختمانی رفت که زندگی حرفه‌ایش را نزدیک 30 سال پیش در آن آغاز کرده بود. روز نخست کار با سوگند خوردن در حضور کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا آغاز شد. او سپس با همتایانش از جمله وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه تماس گرفت و نخستین نشست خبریش را هم برگزار کرد. وزیری که هم در سبک برخورد با رسانه‌ها و هم در پیامش با وزیر پیشین بسیار متفاوت است. آقای بلینکن گفت بازنگری سیاست دولت ترامپ در حمایت از یک سوی جنگ یمن به رهبری عربستان از اولویت‌های اصلیش است. در برابر ایران اما گویی عجله چندانی ندارد. تأکید بر این دید که تهران باید گام اول را بردارد و به برجام بازگردد تا بایدن هم به وعده‌اش برای زنده کردن توافق عمل کند. President Biden has been very clear in saying that if Iran comes back into آقای بایدن خیلی روشن گفته که اگر ایران به طور کامل تعهداتش بر اساس برجام رو اجرا کنه، ایالات متحده هم همین کار رو میکنه. این اقدام میتونه اساس توافقی بلند مدتتر و مستحکمتر با ایران با مشارکت متحدانمون بر سر مسائل عمیقاً مشکل آفرین باشه. اما تا اون نقطه راه درازی پیش رو داریم. ایران در زمینهای مختلف از تعهداتش دست کشیده. اگر تصمیم به اجرای دوباره تعهداتش بگیره، این فرایند زمانبره و بعد ما ارزیابی میکنیم که آیا ایران به تعهداتش عمل کرده یا نه. ما هنوز به اون نقطه نرسیدیم. نقطه مقابل موضع ایران که وزیر خارجهش میگوید آمریکا ناقض اول توافق هسته‌ای بوده و باید با بازگشت جبران مافات کند. مجید تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل هم همزمان با روز نخست کاری وزیر خارجه جدید در یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز نوشت زمان چندانی برای نجات توافق باقی نمانده و تأخیر در برداشتن جامع تحریم‌ها و گام‌های نصف نیمه فرصت به دست آمده برای کاهش تنش‌ها را به باد می‌دهد. آیا پافشاری تهران و واشنگتن بر اینکه دیگری باید گام اول را بردارد چانه‌زنی برای رسیدن به توافقی با هدف بازگشت همزمان است یا نشانی از اینکه گزینه تغییر سریع شرایط در دسترس نیست؟ پاسخ دادن به این پرسش در هفته‌های آتی آسان‌تر می‌شود. بهمن کلباسی، BBC نیویورک.
برای صحبت بیشتر در این باره حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل بریتانیا با ما هستن. آقای آریان، در مورد مواضع وزیر خارجه جدید دولت آمریکا در مورد برجام چه فکر میکنید؟ خب این یک در واقع درخواست حد اکثری است که جای تعجبم نداره، برای اینکه این همین کار رو جمهوری اسلامی داره انجام میده و معمولا طرف ها قبل از اینکه اون روند دیپلماسی شروع بشه با این نوع درخواست ها میرن جلو و در نهایت تعدیل میشه. ایشون یعنی وزیر امور خارجه آمریکا میگه که باید ایران تمام اون مفاد برجام رو اجرا بکنه، بعد ما میشینیم صحبت بکنیم. در مقابل هم جمهوری اسلامی میگه خب شما باید تحریم ها رو وردارید و بعد ما بخوایم کاری رو انجام بدیم، یا حداقل قدم هایی وردارید. اینا فکر میکنم که اون خیزی است که اینا در اول برداشتن، ولی در نهایت در مثل همه نوع از دیپلماسی ها، دیپلماسی های سازنده، بده و بستان در پشت صحنه انجام میگیره و این درخواست ها تا متعادل میشه. کشورهای منطقه از جمله عربستان و اسرائیل نگران این بودند که سیاست دولت جدید آمریکا در قبال ایران چه خواهد بود. آیا این صحبت های وزیر خارجه فکر میکنید که نگرانی اونها رو تا حدی کاهش میده؟ فکر نمی کنم کاهش بده، برای اینکه اون واقعا دست بازی رو که مثلا اسرائیل داشته یا حتی کشورهای عربی مثل امارات یا عربستان سعودی در زمان دولت ترامپ در قبال ایران، اون را دیگر حالا ندارن. و با توجه به اینکه دولت بایدن میخواد این مسئله را از راه تعامل نه تقابل مسئله برجام را حل بکنه، بنابراین این خطری است که این کشورها به ویژه اسرائیل احساس میکنه، چون حالا فقط دولت ترامپ نیست، دولت بایدن هست به اضافه کشورهای اروپایی که به طور مشترک دارن به این مسئله توجه میکنن و هیچ کدوم از اینا به ویژه اسرائیل نمیخواد که دوباره مسئله برجام علنی بشه و برگردن به اون چه که در گذشته بوده. چقدر فکر میکنید که دولت آقای بایدن اهمیت این موضوع رو که تا قبل از پایان دوره ریاست جمهوری آقای روحانی باید به این مذاکرات برگشت درک میکنه و چقدر فکر میکنید که اونها شتاب خواهند کرد برای این موضوع؟ خب چند چیز هست که ایران داره نشون میده. یکی این که داره سعی میکنه بگه که خب من دست بالا رو دارم، دولت آقای روحانی که اینجوری وانمود میکنه و دیگر داره وانمود میکنه، همینطور که نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفت مسئله اون فاکتور به حساب وقته که باید هرچی زودتر این مسئله حل بشه. ولی نکته مهم اینه که با توجه به هماهنگی که آمریکا میخواد انجام بده با کشورهای اروپایی و متحدان خودش برای این کار، و فاکتور دوم این که فقط 6 ماه به پایان دولت روحانی مونده، فکر نمی کنم که کار کارسازی واقعا در این مدت انجام بگیره. حسین آریان تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل بریتانیا، متشکرم از شما. دولت جدید آمریکا اعلام کرده قراردادهای اخیر فروش تسلیحات پیشرفته به عربستان و امارات متحده عربی را بازنگری می‌کند تا درباره اهداف و دلایل آنها اطمینان حاصل شود. جو بایدن در تبلیغات انتخاباتی وعده داده بود فروش تسلیحات به عربستان را متوقف خواهد کرد. عربستان و امارات متهم هستند که از این ادوات نظامی در کشتن غیر نظامیان در یمن استفاده می‌کنند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. از این هواپیماهای فوق پیشرفته F-35 گرفته تا دیگر ادوات نظامی پیشرفته، دولت جدید آمریکا اعلام کرد که قراردادهای فروش تسلیحاتی به عربستان و امارات را بازنگری می‌کند. این خبر ابتدا توسط روزنامه وال استریت ژورنال منتشر شد. به نوشته این روزنامه، دولت بایدن تمامی فروش‌های تسلیحاتی به عربستان و امارات را به شکل موقت متوقف کرده، تصمیمی که به وضوح از تفاوت سیاست خارجی دولت جدید آمریکا در مقایسه با دولت پیشین خبر می‌دهد. دولتی که دیروز وزیر خارجه‌اش نخستین روز کاریش را آغاز کرد
و در نخستین کنفرانس خبری در مقابل پرسش خبرنگاری درباره گزارش روزنامه وال استریت جورنال قرار گرفت. ما در حال مرور تعدادی از تصمیماتی هستیم که دولت قبلی در آخرین روزهای کارش گرفت. می‌خوایم از دلیلی که پشت هر کدوم از این تصمیم‌ها هست مطمئن بشیم. وضعیت جنگ یمن و عملکرد نظامیان عربستان و امارات در این جنگ یکی از دلایل اصلی مخالفت با فروش تسلیحات آمریکایی به این کشورها بوده. آمریکا در کنار دیگر فروشنده بزرگ تسلیحات به منطقه یعنی بریتانیا متهم است که به کشوری سلاح می‌فروشد که در یمن به جنایات جنگی متهم شده. به گفته سازمان عفو بین‌الملل که با انتشار ویدیوهای تبلیغاتی از این دست با فروش تسلیحات به عربستان و یمن مخالف است، آمریکا با این قراردادها در کشته شدن غیر نظامیان یمنی مسئولیت دارد، چرا که نه امارات و نه عربستان در درگیری‌های نظامی از بمباران مناطق مسکونی ابایی ندارند. این در حالی است که جبهه مقابل عربستان و امارات در یمن با تحریم واشنگتن روبروست، موضوعی که آن هم از چشم دولت جدید آمریکا دور نماند. من به طور مشخص روی تحریم حوثی‌ها متمرکز خواهم بود. همه می‌دونیم که حوثی‌ها به تهاجم مهمی دست دادن و چند سال پیش کنترل صنعا رو به دست گرفتن. اونها علیه شریک ما عربستان دست به تهاجم زدند. جنایات زیادی مرتکب شدند و حقوق بشر رو نقض کردند. اما همزمان عملیات نظامی به رهبری عربستان در به وجود آمدن وضعیت موجود نقش داشته. این وضعیت با تخمین‌های بسیار بدترین فاجعه انسانی حال حاضر جهانه. در این شرایط بسیار مهمه که ما هر کاری از دستمان برمیاد انجام بدیم تا کمک‌های بشر دوستانه به دست مردم یمن برسه. تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه، در یکی از نخستین واکنش‌ها این اقدامات دولت جدید آمریکا را مماشات با آیت الله توصیف کرد، کنایه‌ای به رقابت منطقه‌ای ایران با ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان. همچنین سفیر امارات در آمریکا با انتشار یک رشته توییت بلند همکاری‌های واشنگتن و ابوظبی را یادآوری کرد. یوسف العتیبه در واکنشش به شکلی ویژه بر روی فروش جنگنده‌های F-35 دست گذاشت. به طور مشخص بسته جنگنده‌های F-35 فراتر از فروش ادوات نظامی به یکی از شرکاست. این هواپیماها همانند آمریکا برای امارات هم سلاح قدرتمند بازدارنده خواهد بود. ضمن اینکه به موازات مذاکرات جدید و همکاری‌های امنیتی تضمینی برای متحدان منطقه‌ای خواهد بود. همچنین به امارات کمک می‌کند تا بار امنیت جمعی را که بر دوشش گذاشته شده به خوبی انجام دهد و در نتیجه منابع آمریکا برای دیگر چالش‌های جهانی آزاد شوند. این هواپیماها در حال حاضر پیشرفته‌ترین جنگنده‌های هوایی جهان محسوب می‌شوند که فروش آنها به امارات در چارچوب پیمان ابراهیم به دست آمد. پیمانی که موجب شد تا امارات در کنار بحرین روابطش را با اسرائیل عادی کند. حالا اگر واشنگتن قید فروش F-35 را بزند، این توافق صلح نیز به خطر خواهد افتاد؟ پاسخ این پرسش زمانی روشن خواهد شد که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه جدید آمریکا، نتیجه بررسی‌های معاملات تسلیحاتی را اعلام کند. بفروشد یا نه، تا همینجا نخستین روز کاری آقای بلینکن به روشنی نشان داد که خاورمیانه در 4 سال پیش رو شباهتی به 4 سالی که گذشت نخواهد داشت. کیوان حسینی، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه دولت بایدن، میگوید اجرای کامل تعهدات ایران در توافق هسته‌ای شرط بازگشت آمریکا به برجام است. امارات در واکنش به تصمیم دولت جدید آمریکا برای بازنگری در فروش تسلیحات پیشرفته به این کشور گفته جنگنده‌های F-35 به امنیت جمعی کمک می‌کنند. در ادامه برنامه، وداع با مهرداد میناوند، مدافع پیشین تیم ملی فوتبال ایران.
در ایران مجوز مصرف واکسن روسی کرونا به نام اسپوتنیک صادر شد. هرچند یکی از مقام‌های کمیته ستاد مبارزه با کرونا میگوید این واکسن را تایید نمی‌کند. دکتر مینو مهرز گفته به عنوان یکی از اعضای کادر درمان خودش این واکسن را تزریق نخواهد کرد. در حالی که رهبر ایران واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی را منع کرده، بیشتر کشورهای جهان از واکسن‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی استفاده می‌کنند. اما حالا تأمین و توزیع واکسن برای این کشورها به ویژه کشورهای اروپایی چالش مهم می شده. شیدا هوشمندی گزارش می دهد. کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا از خطر موج چهارم در ایران میگوید. موجی که خطرناکتر بودن احتمالیان به خاطر جهش ویروس، ضرورت واکسیناسیون عمومی و اعمال محدودیت‌های بهداشتی را بیشتر می‌کند. وزارت بهداشت هم در یکی از نخستین گام‌ها حالا پیشنهاد ممنوع شدن تردد بین شهری در شهرهای زرد و همچنین منع تردد بین شهری در تعطیلات 22 بهمن را ارائه کرده. هنوز مشخص نیست که این پیشنهاد به تایید برسد. مسئولان وزارت بهداشت نگران جهش شمار بیماران به ویژه در تهران پایتخت هستند، چون به گفته آنها میزان رعایت قوانین و دستورهای بهداشتی کم شده. دکتر مینو مهرز، عضو کمیته ملی ستاد مقابله با کرونا، میگوید وضعیت تهران مثل ماه‌های شهریور و مهر نیست، اما میزان موارد ابتلا به خاطر دورهمی‌های خانوادگی در حال افزایش است. خانم مهرز در گفتگو با روزنامه جهان صنعت با اشاره به خطر انواع جهش یافته ویروس کرونا از ضرورت واکسیناسیون عمومی با واکسن‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی گفته. این در حالی است که مجوز مصرف اضطراری واکسن اسپوتنیک روسیه در ایران صادر شده. تهیه و واردات واکسن کرونا روسی توسط دولت از شانس بد مردم ایران است. به هیچ عنوان از این انتخاب راضی نیستم و به عنوان یکی از اعضای کادر درمان این واکسن را تزریق نمی کنم، چون تاکنون هیچ اطلاعاتی از آن منتشر نشده. از نظر ما واکسنی استاندارد است که مورد تایید یکی از منابع بین‌المللی مانند سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و داروی اتحادیه اروپا باشد. در صورتی که این واکسن تاییدیه هیچ کشوری را ندارد، چون به دلیل تعصبات حاضر نیستند اطلاعات واکسن را در اختیار دیگر کشورها قرار دهند. برخلاف خانم مهرز، این مقام ارشد وزارت بهداشت میگوید از هوشمندی ایران است که تصمیم گرفته واکسن‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی را وارد نکند. این هوشمندی جمهوری اسلامی رو نشون میده که ما به اتکا کردیم که به خودمون و خودمون تولید کنیم. تغییری که در آفریقای جنوبی رخ داده، بعضی از واکسن‌های موجود را از جمله فایزر بهش کم اثر شده. ایرادی که دکتر حریرچی به واکسن فایزر میگیرد البته با این اطلاعیه تولید کننده آن نقض می‌شود. در بیانیه شرکت فایزر آمده که واکسن تولید این شرکت در مقابل انواع جدید ویروس موسوم به سویه بریتانیایی و سویه آفریقای جنوبی مؤثر است و جهش ویروس فقط تأثیر اندکی بر میزان آنتیبادی تولید شده توسط واکسن دارد. چند روز پیش هم شرکت مادرنا، دیگر تولید کننده واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی، اعلام کرده بود که واکسنش در مقابل سویه بریتانیایی مقاوم است و برای افزایش مقاومت در برابر سویه آفریقای جنوبی هم قرار است یک دوز تقویت کننده هم اضافه شود. جهان حالا از مرحله کدام واکسن بهتر است گذشته و وارد مرحله واکسیناسیون عمومی با واکسن‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی شده، اما توزیع واکسن‌ها حالا چالش اصلی است. مانند آنچه در روزهای اخیر باعث تنش بین اتحادیه اروپا و شرکت آسترازنکا، یکی از سازندگان اصلی واکسن کرونا در بریتانیا شده، چون تولید کننده واکسن از زمانبندی تعیین شده برای تحویل آن عقب افتاده. اتحادیه اروپا این شرکت را متهم می‌کند که به خاطر کسب درآمد بیشتر به تعهدات خود برای تحویل واکسن به طور کامل پایبند نبوده. آسترازنکا این ادعا را رد می‌کند. Not being able to ensure manufacturing capacity is against the letter. عدم پایبندی به تولید و تحویل واکسن در تضاد با مفاد و روح این توافق است. ما منطق هر که زودتر سفارش بدهد زودتر تحویل میگیرد را رد میکنیم. این منطق ممکن است در قصابی محل کار کند، اما نه در قرارداد. دولت بریتانیا پیش از اتحادیه اروپا با آسترازنکا قرارداد بسته بود و حالا میگوید تأسیسات ساخت واکسن آسترازنکا در بریتانیا باید نیاز داخلی این کشور را تامین کند و هیچ وقفه‌ای در این روند نباید ایجاد شود.
همزمان با بالا گرفتن مشکل تامین واکسن، بازرسان سازمان بهداشت جهانی اینجا در ووهان چین، زادگاه ویروس، به دنبال منشأ آن هستند، جایی که حالا علم روبروی سیاست قرار گرفته. پیشتر درباره میزان آزادی عمل بازرسان این سازمان تردیدهای ابراز شده بود. امریکا گفته بود این تحقیقات باید محکم و شفاف باشد. حالا چین هشدار می‌دهد که بازدید ناظران سازمان بهداشت جهانی باید فارغ از مسائل سیاسی باشد. منشأ ویروس کرونا در حالی هنوز محل پرسش است که این ویروس بیش از 100 میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده و جان بیش از 2 میلیون نفر را گرفته. ویروسی که تا واکسیناسیون جهانی در مقابل آن انجام نگیرد، تهدیدی علیه تک تک مردم جهان است. شیدا هوشمندی، بی بی سی. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق پزشکی از واشنگتن با ما هستند تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای دکتر، اینکه خانم دکتر مینو مهر از اعضای کادر درمان خودش میگه واکسن اسپوتنیک رو تزریق نمیکنه در شرایطی که برای مردم ایران داره توصیه میشه به صورت اضطراری، این مردم رو در چه وضعی قرار میده؟ خب به اعتقاد من هم مرموزترین و سیاسی ترین واکسنی که تا حالا در مورد کرونا ساخته شده همین واکسن اسپوتنیک وی هست. واکسنی که در واقع خود محققین اون هم اطلاعات خیلی زیادی منتشر نکردن. ورود این واکسن به کشورهایی که تا حالا پذیرفتن چه برای تست چه برای استفاده وارد اون کشورها بشه، تنها جنبه سیاسی داشته. چه کشورهای آمریکای جنوبی مثل برزیل و آرژانتین یا اروپای شرقی سابق مجارستان و حالا هم ایران. از نظر علمی هم اینقدر اطلاعات این واکسن شفاف و غیر شفاف و نامشخص هست که بسیاری از محققین نامه سرگشاده‌ای رو در مجله لنست منتشر کردن و گفتن این اطلاعات دستکاری شده است. ما وقتی راجع به واکسن آکسفورد استرازنکا صحبت می‌کنیم، حداقل 100 صفحه اطلاعات خام در اختیارمون هست. به همین جهت اینها گفتن این اطلاعات قابل استفاده نیست و حتی قبل از اینکه نتایج تحقیقات اولیه منتشر بشه، واکسن اسپوتنیک وی موفقیتش رو جشن گرفت. همون اتفاقی که داره در ایران هم میفته و حتی حرف وی رو به دلیل این ویکتوری و پیروزی بهش اضافه کردن. از طرفی حتی خود اینها هم بعد از مدتی به این نتیجه رسیدن که باید تغییری درش بدن. قرار بر این شده که واکسن اسپوتنیک وی سبک ساخته بشه، چیزی که شرکت گامالیا، اون شرکتی که الان سازمان غذا و دارو مورد تایید قرار داده، واکسن تک دوزی هست که فقط برای صادرات ساخته شده و اجازه استفاده در داخل رو نداره. این واکسن 42 روز طول میکشه تا اینکه اثر بکنه و تنها 3 تا 4 ماه طول اثرش هست و بعد از بین میره. یعنی ورود و تایید این واکسن به معنای دور ریختن پول مردم هست که تنها میتونه 1 تا 2 ماه اون اثر بخشیش وجود داشته باشه. همونطور که در گزارش همکارم هم اشاره شد آقای دکتر، این که کدام واکسن بهتره، دیگه جهان از این موضوع عبور کرده. الان همه کشورها دارن واکسیناسیون عمومی رو با واکسن‌های مورد تایید بهداشت وزارت بهداشت جهانی انجام میدن. گزینه مردم ایران چیه در چنین شرایطی؟ خب ببینید، اینجا در مورد واکسن اسپوتنیک وی صحبت از مقایسه واکسن خوب و بد نیست، صحبت از واکسنی است که اصلا تاثیر داره یا نداره. و اینجاست که من اصلا نمیدونم سازمان غذا و دارو بر اساس چه چیزی این رو تایید کرده. نه اطلاعات اولیه شرکت سازنده وجود داره و نه این واکسن در ایران خودش تست شده. مبنای تایید اینها چی بوده؟ اینجاست که اصلا مسئله مقایسه این که چه چیزی در دسترس هست نیست. مسئله اینه که اصلا این واکسن نتونسته در هیچ جای دنیا خودش رو به اثبات برسونه و حتی نمودارهایی که آنتیبادی بیماران مشاهده میشه اصلا کاملا متفاوت و پایین بالا هست و در نتیجه از لحاظ علمی کاملا مردود هست در حال حاضر. اما اینکه چه واکسن‌هایی در دسترس هست، ایران قبل از اینی که به بحران واکسن به این شکل برسه زمان‌های زیادی رو از دست داد. میتونست جاهای مختلفی در واقع درخواست‌هاش رو بده و همچنان در مورد کوواکس باز هست این مسئله و باید همین امروز اقدام بکنه. شرکت‌های متعدد دیگه‌ای هستن که میتونه ایران از اونها شروع به خرید بکنه و حداقل درخواستش رو ثبت بکنه و در نوبت دریافت قرار بگیره. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق پزشکی در واشنگتن، متشکرم از شما.
پیکر مهرداد میناوند که دیروز بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت، امروز در گورستان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. مدافع سابق تیم‌های پرسپولیس و تیم ملی ایران، یکی از بازیکنان نسل طلایی دهه 70 ایران بود که به اروپا رفت و سابقه بازی برای باشگاه شتورم گراتس اتریش را هم در کارنامه خود داشت. این باشگاه پس از درگذشت میناوند پیام تسلیتی در توییتر منتشر کرد. مهرداد میناوند خیلی زود و در سن 26 سالگی با فوتبال خداحافظی کرد، ولی در سال‌های اخیر در بسیاری از برنامه‌های تلویزیون ایران و فضای مجازی حضور پررنگی داشت. میناوند در چهار بازی اول تیم ملی، اگر ما در هر بازی می‌خواستیم دو نفر یا حداکثر سه نفر از بهترین بازیکن انتخاب کنیم، بدون شک شما یکی از اون بازیکن‌ها بود. بازی به بازی فکر می‌کنم هم علاوه روحی هم علاوه بدنی آماده‌تر میشن. مگه ممکنه بیفتد نفس؟ تیم من نبضه ورزشگاهه، پرچمای قرمز و اهل بیت توسط یکی از عاشقان اهل بیت جناب آقای مهرداد میناوند. امید دلهای خسته آمد، کلید درهای بسته آمد. آواز الان؟ آواز الان نه، من میخونم ها، من اصلا آدم رو درواسی. من پس چرا بخونم الان؟ یک دو سه. نه اجازه بدین یه سر بکنم. چرا؟ امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گوی دورم. با ماه و پروین سخنی گویم. من میخوام فقط به پدرم بگم که خیلی عزیزی، تا به الان تا اینجایی که رسیدم مطمئنن خیلی روزا تلخ بوده، خیلی روزا شیرین بوده، ولی تو کلی زحمت کشیدی من به اینجا برسم. پسرم آریا، من میدونی که همه زندگیم رو حاضرم فدای تو بکنم. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.